اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری. نسل سوخته، نسلی به نیش عقرب لبهاش دوخته، نسلی که پر کشید تا سرزمین عاشق آزادی را فتح الفتوح نسل بلند اخترش کنه، از پیچ 28 تا چاله بزرگ در برف‌های بهمن خونین آمد، آنگاه در چالش دوباره تاریخ پنجه زد و بامداد 22 را با درد و تیرباران در پشت چشم خونی خود پنهان کرد. دیروز بود وقتی بر بام مدرسه سروی به راست‌قامتی خسروداد همراه با رحیمی از بارش گلوله کین لبخند زد. تاریخ را دوباره نوشتیم با دست‌های رنگی و قلب‌های سنگی. مجنون 13 در کوچه قدیمی آقای مستجاب عهد قدیم بر لبه کفر می‌شکند. وقتی که شب رسید او دست‌های باران را با دستبند لعنتیش می‌بست. بست. علیرضا نوری‌زاده، 5/14/24 24 اسفند، 6 دیگه فقط مونده. هفته دیگه این موقع نوروز رو جشن گرفتیم، نوروزی که برای ما آغاز شادی بود، پر از امید، پر از زندگی، پر از عشق. ما بچه‌ها به عشق عیدی، واقعا بوی عیدی، بوی سبزه. و شهریار گفته بود چه زیبا و فرهاد خوانده. امروز با دوست گرامی و نازنینم دکتر محسن سازگاره هستیم. هفته گذشته برنامه رو خیلی شما پسندیدید و من بسیار خوشحالم وقتی واکنش شما رو میبینم. دو وقتی گزارش جیلویز رو میبینم. به هر حال تلویزیون ایران فردا جایگاه خود رو پیدا کرده. در واقع نگاه میکنم دو تلویزیون دستنها دستن، ولی یکی پارس و یکی ایران فردا میتونن سرشون رو بالا بالاها بیارن بیرون. بسیار خوشحال. درود بر دکتر سازگارای عزیزم. عرض سلام و ارادت دارم خدمتتون آقای دکتر نوری‌زاده، خدمت همه بینندگان عزیز. من هم به نوبه خودم پیشاپیش فرارسیدن نوروز و سال نو رو خدمت شما همه بینندگان شادباش میگم، چون فکر میکنم برنامه بعدی ما همطور که گفتین دیگه در سال نو خواهد بود و خسته نباشید به شما میگم. یک سال پرکش و قوسی رو پشت سر گذاشتیم و تلویزیون شما هم به همت خودتون و همه دست اندرکاران روایتگر صادق و خستگی ناپذیر حوادث کشور و زیر و بالاهای او بود. بر صورت فکر میکنم فرصت خوبی هم هست که برگردیم یک نگاهی هم به سال گذشته بکنیم، مهمترین حوادثش. همینجا هم یه خسته نباشیدم بگم به
بچه هایی که پریشب در واقع چهارشنبه سوری من اون که میگم تقریبا آقای دکتر در تمام شهرهای ایران اونجا که دیگه من تونستم پیدا کنم خبرها رو و شهرهای بزرگ در محله های مختلف مردم به دلیل چهارشنبه سوری به خیابون ها اومدند، شادی کردند، رقص و آوازخوانی کردند. البته یه جایی مثل رشت شعار آزادی 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 هم سر دادند و تقریبا هم میشه گفت حکومت در واقع به دلیل همین گستردگی ناتوان از این که بتونه کاری بکنه، اگرچه پاره جاها مزاحمت هایی هم برای زنان و مردان و جوانان و دختران و پسران ایجاد کرد ولی ناچار به فرار شدن و بر صورت جالبه در واقع به رسوم باستانی چهارشنبه سوری و پریدن از روی آتش و غیره کم کم رسم و رسومی مثل رقص های دست جمعی و شادی ها و موسیقی ها و دست هم دیگر رو گرفتن و دور آتش رقصیدن و غیره و غیره هم داره اضافه میشه و اینطوری در واقع سنت های جدیدی هم میشه گفت و آداب و رسوم جدیدی هم داره متولد میشه. بر صورت به نظرم شب شکوهمندی بود و خسته نباشید باید گفت به همه کسایی که علی رغم همه گرفتاری ها و فشارهای مالی اقتصادی اعصاب خرد کردن ها خبرهای بعد فسادها غیره و غیره باز هم اینگونه پاس می‌دارند و اینطوری در واقع شعله جاویدان ایران و ایرانیت رو افراشته تر و درخشان تر. حاضر دکتر سازگارا یه چهارشنبه سوری دیگه هم داریم، در واقع اصلیه هفته دیگه است، منتها مردم ما اینقدر بیزارن از این رژیم و اینقدر میخوان به نوعی اندوهشون رو دل پاک کنن که چهارشنبه سوری گرفتن، حالا دوباره هم خواهند گرفت. تحویل سال درسته دیگه، امسال دو تا چهارشنبه سوری میشه، تحویل سال آخه توی جاهای مختلف دنیا سه شنبه، مثلا در آمریکا میفته سه شنبه یا در کالیفرنیا یا چیز، این دیگه زمانه جدیده دیگه، اینطوری درسته میشم. ببین دکتر، من خب طبیعی است ما سالی که گذشت معمولا با هم که بودیم هر سال این کارو کردیم، یه نگاهی به سال گذشته، پستی و بلندی ها، موفقیت ها و شکست ها، وضع رژیم، اینا رو همه رو بررسی میکنیم. اون تا چند تا موضوع اساسی در سال گذشته بود که به اعتقاد من خوبه بهش بپردازیم. یه مسئله که بسیاری از بینندگان ما سوال میکنه، چرا سال 1401 اون شور و هیجان رو داشت، اونجور دنیا رو تکون داد و 1402 یه دفعه یه حالتی در جامعه پیدا شد انگار مردم دل زده شدن یا هرچی اسمش رو میخوایم بذاریم؟ و البته من پاسخم خیلی روشن بود که در فاصله هر نبردی به هر حال یه زمان استراحت لازم است، ارزیابی بکنی، برنامه ریزی. ولی دلم خواهد نظر شما رو که بسیار برای من با اهمیت بدونم برید. خواهش میکنم. اتفاقا آقای دکتر من پنج اتفاقی که یادداشت کردم از نظر من مهمترین اتفاقات سال 1402 در کشور ما هست، اولیش همینیست که شما دست گذاشتید. ببینید، بذارید اینطور بگم، یک انقلاب عمیق فرهنگی اجتماعی در جامعه ما در جریان، یعنی کسی اگر شامش رو تیز کنه یا حتی مشاهداتی رو انجام بده، بررسی های دقیقی هم خیلی از پژوهشگرها دارن میکنن، در درون عمق اعتقادات مردم، باورهای مردم، روابط حتی درون هسته خانواده و روابط زن و مرد با هم، بسیاری از همین آداب رسوم، تحولات مهمی داره در جامعه ما اتفاق میفته که دیر یا زود این تحولات
تومار در واقع اگه اصطلاح زیربنا روبنای مارکس رو قرض بگیرم، روبنای سیاسی کشور رو هم عوض خواهد کرد، شک نباید کرد. اجازه بدید همجا از متفکر تیزهوش فرانسوی الکسی دو توکویل کمک بگیرم. کتاب درخشانی داره راجع به انقلاب فرانسه و رژیم پیش از آن. توکویل تو این کتاب به درستی میبینه، میگه که درست انقلاب فرانسه انقلابی بود، رژیم رو عوض کرد و چه و چه، ولی در واقع این حاصل یک مطلب عمیق‌تر در جامعه فرانسه با اینکه روابط جامعه کشاورزی و فئودالی فرانسه داشت تبدیل میشد به جامعه صنعتی و سرمایه‌دارای صنعتی و کارگر و غیره. این تحول در زیر سطح جامعه در بالا در واقع اون تغییرات رو شکل داد. این همون مفهومی است که مارکس در واقع قرض گرفت، بلند کرد از توکویل و سعی کرد ازش یه نظریه جهان شمول برای همه ادوار تاریخ بسازه که خب خیلی هم اشکال داشت نظریه ماتریالیسم. ولی به همین سبک در واقع به نظر من آنچه که پارسال ما شاهد بودیم یک نمودی در واقع روی به اصطلاح شکافتن پرده سیاهی بود که رو سر جامعه کشیده شده، نور افتاد به زوایای جامعه و به زوایای رژیم هم نور افتاد و دیده شد. در واقع این اتفاق بود که به همین دلیل من میگم انقلاب ژینا که یک تحول زیر و زبر کننده در درون جامعه ایران طی 4 دهه 5 دهه حتی ریشه هاشو میشه برد عقب‌تر به تدریج شکل گرفته، تمام مناسبات درون جامعه رو داره عوض می‌کنه. چون من مثل مارکس فقط به بخش اقتصادی قائل نیستم، مسائل فرهنگی، باور، روابط اجتماعی و غیره گاهی بسیار زیر و زبر کننده تر از صرفا مسائل اقتصادی است، اگرچه با هم مرتبطن. و این مسئله در ایران به شکل انقلاب ژینا اومد بیرون و این اول کاره، این در واقع اعتراضات سال 1401 یک نمودی از اون انقلاب عمیقی است که در جامعه ما در جریان. حالا الان بیایم به سال 1402، یکی از دستاوردهایی که از انقلاب ژینا در واقع و مهسا اومده به امسال مسئله حرکت قهرمانانه زنان و دختران ایرانیه که به قول خانم مهنورد جنگ تن به تن در خیابون دارن. و گروه پژوهشی امروز که حاصل تحقیق 4 ماهه خودش رو از 71 نقطه تهران در کانال شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگی ها منتشر کرده بود و من هفته گذشته خدمتتون اشاره کردم به اون کار تحقیقی درخشان، به روشنی نشون میده که چه جوری در واقع علارغم هارت و پورتا و خط نشون کشیدن های حکومت گفت ارز خود میبری یا زحمت ما میداری، راه جامعه داره راه خودش رو. و به دلیل گستردگی این نافرمانی مدنی در مقابل قانون مسخره و غیر شرعی، من به عنوان مسلمان تاکید میکنم غیر شرعی تحمیل حجاب و حجاب اجباری، این پیروزی رو در واقع اولین حادثه مهمی است که باید در واقع در دنباله انقلاب ژینا این رو در نظر گرفت. بنابراین نه ببینید یه وقتی یک حرکت عمیقی در جامعه مثل رودخونه خروشان در جریانه، بسیاری چیزها رو جابجا میکنه، حرکت میده. اون قدرت سیاسی هم که گوشش رو گرفته نمیخواد بشنوه بفهمه که چرا تحولات درون جامعه ما در با این عمق و وسعت در جریان با این شدت، و فکر میکنه اگه بشینه حلوا حلوا کنه دهنش شیرین میشه، بگه نه هیچی تکون نخورده، هیچی عوض نشده، همون قطار زنگ زده رو روی همون ریلای کهنه راه ببره، یا مثل صحبت خامنه ای بعد از انتخابات همون سوزن زنگ زده رو همون صفحه کهنه
خط افتاده خشخش کننده دوباره همون حرفات آقا این فقط در واقع داره بیشوری خودشو نشون بستن چشمشو نشون میده گرفتن گوششو نشون میده و مطمئن باشید حالا اعتراضات یک نمودی از این حرکت در سال گذشته بود حجاب و مقابله با تحمیل پوشش که زنان و دختران ایرانی دارن میکنن یک به اصطلاح برگ زرینی است که در 1402 در واقع به روی زمین گذاشته شد به گلی است که باز شده در امسال و ادامه داره و ابعاد گوناگون دیگری که از این حرکت میکنه اونجایی که حالا پایین کشیدن حکومت و به هم زدن این بساط مافیای اقتصادی سیاسی ثروت و قدرتی که اون بالا نشسته این آقای دکتر مطمئن باشید دیر و زود داره سوخت و سوز نداره شک نباید دکتر و اولین نکته‌ای که می‌خواستم بگم پیروزی دختران و زنان ایرانی در سال 1402 در مسئله نافرمانی مدنی در مقابل حجاب اجباری اولین نکته مهمی است که به نظر من در سال گذشته در مرور حوادث باید روی اون انگوش بود و بعد تجلیل از دختر ایران از خانم بلوچ و اون اعتبار و منزلتی که من وقتی در پارلمان فرانسه دیدم تصویر مهسا رو تندیسشون اونجا گذاشتن و بعد ما در ایران شاهد اون آخوند بی سواد جلنبر بی دین هستیم که یک بانویی که فرزندش آورده بیمارستان یا فرزند خواهرش رو اون رفتار رکیک و مزورانه رو انجام میده. بعد آقای دکتر یه نکته فاصله یعنی تو پرانتز به قول معروف بگذاریم تو گیومه که وقتی معاون اول قوه قضاییه به خاطر فساد دو تا بچهش که مسلم خودشم وسیله ساز این فساد بوده کنار می آقای قالیباف با اون مسائل روبروز نظامی که سر تا پای مسئولینش آلوده هستن و این نظام مشروعیت رو از دست داده و مردم در انتخابات به سید علی خامنه‌ای گفتن نه مشروعیت رو. حالا من از شما سوال میکنم در جمع این نظام در مجموعه این عواملی که در خدمت سید علی هستن تا چه حد شما اعتقاد دارید و امیدوارید اون آدم های غیر آلوده اون آدم هایی که دلشون برای وطنشون می سوزه تو سپاه، ارتش، تو اداره تا چه حد اینا می تونن نقش مؤثری داشته باشن در همدلی و همراهی با مردم؟ من از همین جای دکتر از سوال شما این استفاده رو ببرم میام سر دومین اتفاق مهم سال گذشته و انتخابات یا شب انتخابات در 11 اسفند 1402 این حادثه به نظر من که حالا بهش میپردازم بیام سر سوال شما ببینید مدت هاست این حکومت دیگه ساختار یه حکومت رو نداره حتی مطابق همون قانون اساسی خودش بلکه یک کنسرسیوم مافیاست یک کنسرسیوم باندای مافیایی ثروت و قدرتیه که اون بالا هر کدوم هم بیا آلکاپون رأسشون نشسته قبلا هم عرض کردم وزارت اطلاعات تحقیقی کرده بود که 140 تا باند اقتصادی رو شناسایی کرده بود و گفته بود تقریبا تمام امور اقتصاد ایران دست این 140 تا بانده تمام شؤون اقتصاد ایران گزارش برای شخص خامنه ای تهیه کرده بود و به نظر من رأس هر کدوم از اونام یا آلکاپون نشسته و این آلکاپونا به اون آلکاپون بزرگترا وصل میشن یه شبکه تار عنکبوتی پیچیده ای از باندای ثروت و قدرت درست میکنن و الان اینها اون بالا سر یه چیز متحدن اونم سر سرکوب مردم وگر با هم اختلافات عجیب غریب هم دارن سر پول شوخی هم نیست سر مناسب حکومتیه که بگیرن که اون پولشون
بهتر بچارن و بخورن و ببرن. مثلا این آقای ایروانی رو که محاکمه کردن و از کساییش که خب با زن قالیباف مؤسسه خیریه امام رضا درست کردن و نمیدونم 140 هکتار فقط زمین در منطقه 22 تهران از آقای قالیباف گرفته 1001 شهر بسازه و نمیدونم چند هکتار گرفتن اون بیمارستان بسازن. یه آدمی که سلطان قطعات یدکی و یه قلم فقط یکی از بچه های سابق ایران خودرو به من همین هفته گذشته میگفت که دیگه نیست در حکومت، میگفت این یه قلم فقط 200 میلیون دلار پول ایران خودرو رو خورده. این آقای ایروانی گرفت که لوازم قطعات بده و فلان، خورد با گردن کلفتی، هم پشتش به گردن کلفتی های مملکت بود و نداد و یه کلاهبردار عجیب. ولی الان شما میبینید گریبانش که گرفتن این در واقع انگوش چشم قالیباف کردنه. ولی حالا خودش آقای عباسی روانی میگه اطلاعات سپاه من میگه همه اموال تو باید بدی تو ولت کنی، و میدونیم اطلاعات سپاه دست مشتبه خامنه‌ایه، میدونیم زیر انگشت مشتبه است. در واقع اون پشتر یکی از اون آلکاپونای بزرگ مشتبه خامنه‌ایه که اقلا 70-80 تا 60 تا از این راندخوران دور خودش جمع کرده که منابع پولی خودش هم غیر از باباش داشته باشه و حالا دست گذاشتن اموال این آدم رو بگیرن یا قبلا هم سابقه داشته. میخوام بگم این کشمکشه، یا مثلا شمخانی یکی از اون آلکاپونای بزرگه یا خانواده لاریجانی ها یا همین محسنی اژه‌ای و غیره. این انتخابات های دکتر که حادثه دوم به نظر من مهم سال گذشته است، از دو سو بعد نگاش کرد. یک سو مردم هست، بیش از 51 میلیون نفر از مردم دارنده حق رأی نه فقط رأی ندادن بلکه در خانه نشستن، بخش بزرگشون ساعت 6 بعد از ظهر، یعنی یک عکس سیاسی هم کردن، یک اتحاد و یک پارچگی ملی رو به نمایش گذاشتن. 92% مردم در مقابل حکومت و این فوق‌العاده بود. اما در سمت حکومت این اتفاق هم بین اعوان انصار حکومت وحشت ایجاد کرده، برای که خب ترسناک وقتی یه ملتی این گونه میستن و نمیگن، خامنه ای رو در واقع عزلش میکنن با عدم حضورشون، با همه اصراری که او 7-8 دفعه خودش اومده میدون گریبان چاک کرده بیاین تو رو خدا رأی بدین، وقتی سیلی محکم به گوشش ملت میزنه این برای همه اصلا در کار حکومت ترسناکه. و اتفاق دوم این که معلوم شد اینا چجوری افتادن به جون همدیگه و این باندای مافیایی ثروت و قدرت، جنگ سردار صادق محصولی میلیاردی در رأس پایداری با سردار قالیباف در رأس گروه نمیدونم عملگراها، با اون یکی با این یکی، و شما دیدید این کشمکش در واقع اومد رو به دلیل این انتخابات. حالا تلویزیون مثلا باند سعید جلیلی، اون وحید جلیلی قائم مقام، داداش سعید جلیلی قائم مقام، این آقای معاون سیاسی رو گذاشته بود که اون برنامه رو تو گوش مجری بگه که به تسنیم و جوان به کی رأی دادن، که اونم بالاخره میگه به قالیباف. و یعنی دیده شد این شکافات تا داخل خود سپاه در واقع نوک کویخش که این بالا حالا سر صندلی های مجلس و تقلب و اوضاع انتخاباتی و غیره و غیره، مجلس 4% معروف شده، با 4% در بالاترین عدد ها هماهنده ها رفتن اونجا نشستن. این مجلس 4% اون دعواهایی که صندلی ها رو بگیرن برای اینکه یارکشی کنن برای همون ثروت و قدرتی که میخوان داشته باشن، اما این کوه یخو میری پایین میبینی عمقش این قاچ تا داخل سپاه بود. یعنی مثلا یکی از کسایی که اون پشت بود عزیز جعفری بود. عزیز جعفری با اون سعید با احمد که موقع میخواستن رئیس جمهورش کنن، اینجا همدست پایداری ها شدن قالیباف رو بزنن، اونا هم بانده خودشونو دارن و کسایی دیگه نمیشناسیم. بنابراین اتفاق مهم دوم به نظر من از یک سو این حرکت بزرگ ملت ایران بود در تاریخ ایران بی‌نظیر، در سوی حکومت رو اومدن دعواها، شکافها
و اختلافات به تشدید اونها بود. و آخرین نکته این که اون سوال بسیار به جای شما، اینا های دکتر اون بالاست، اینا توی سپاه، توی بیت رهبری، تو اطلاعات، توی دستگاه حاکمه، حد اکثر بین 10,000 تا آدمه. اون پایین بدنه مثل بقیه مردم هست. اونها هم نشستن نگاه بکنن. یه عضو ساده سپاه، یه عضو ساده وزارت اطلاعات حتی، یا اطلاعات سپاه دیگه، دارم از اون محرمترین جاهای حکومت، اون هم گرونی رو احساس میکنه، اون هم دوزار رو میبینه، دوزیا رو میبینه و رنگ باخته براشون. و اونها هم همونقدر ناراضیان، کمی کمتر کمی بیشتر، که یه کارگر، یه معلم، یه کارمند، یه پرستار، یه شهروند دیگه کشور ناراضیه. بنابراین میخوام بگم که این اتفاق مهم که به نظر من در اسفند ماه 11 اسفند 1402 افتاد، یه روز تاریخی شد و یه فصل جدیدی شروع شد که هم در سمت مردم هم در سمت حکومت در سال 1403 ما خیلی چیزای جدید باید انتظار داشته باشیم از دل این دومی حادثه به نظر من مهم سال 1400. بسیار ممنونم دکتر. اجازه بده درنگ کوتاهی بکنیم، کمی فضایمون هم نوروزی بشه، بازگردیم در خدمتت و سه باقی مانده رو من خدمت شما عرض بکنم. با درود دوباره کردستان همیشه نوروز با همه تلقی‌ها و دردهاش. دکتر عزیزم اجازه بده یه موضوع خارجی رو الان بهش بپردازیم، چون تأثیر بسیار زیادی رو وضع داخلیمونه. سیدعلی خامنه‌ای توی مالی خوریای رویاهاش فکر کرد با این بازی که در غزه را میندازه دنیا دیگه مشغول به اونجا میشه و ایشون هم میشه فاتح صلاح الدین ایوبی و بعدم ملت‌های اسلامی و مسلمان براش کف میزنن و حماس هم میره بالای منبر میشین و قدرتشو نشون میده. ولی بازی برعکس شد. یه ملتی مثل ملت فلسطین در اشک و درد و ویرانی نشست، کودکانی که شیر ندارن و این مردک خامنه و نوکراش مثل حوثی ها، حزب الله عراق، حزب الله لبنان، اینا جشن و شادی میکنن، مطمئن ترسشون هم شدید داره. شما ارزیابیتون از این شکست خامنه ای چیست و این شکستی که یه مقدار به هوشمندی دنیا کمک کرده در رابطه با نظام جمهوری ولایت‌فقیه؟ بله اتفاقا این سومین نکته بود که میخواستم از 1402 عرض کنم. حادثه مهم 1402 جنگ افروزی خامنه‌ای در غزه. الان روشنه که این حادثه، اون جنایتی که حماس مرتکب شد و آتیش این جنگ رو برافروخت که تا الان بیش از 32,000 نفر از دو طرف کشته شدن، جنایت‌ها و محرومیت‌ها و گرفتاری‌ها، مردم بی‌دفاع بی‌پناه این گونه به رنج و درد افتادن، الان معلوم شده طرحش اصلا در تهران ریخته شد و کارهاشو کردن و به دست حماس اجرا شد. و این جنگ که الان 6 ماه داره میرسه و میشه، اتفاقی که افتاد این است که نیروهای نیابتی جمهوری اسلام که سازمانهای تروریستی که درست کرده، عمدتا قاسم سلیمانی قاتل در راه خیلی از اینا بود و میلیاردها پول مملکت رو خرج اونها کردن، الان وبال گردن شده. اولا حماس که خب اسرائیل کفششو پاش کرده و میگه کوتام نمیاد، میگه من تا حماس رو نابود نکنم دست بر نمیدارم، گوشش هم به هیچی هم بده کار نیست. این البته خوب از اسرائیل همیشه دیده شده، یکی که میخوره 100 تا جواب میده، ابایی هم نداره خشونت ورزی. و رسیده به اینکه از 24 تا گردان عزت انقسام، گردان های نظامی، میگن 1.5 تاش دیگه بیشتر باقی نمونده، بقیه یا
کشته شدن یا زخمی شدن یا اسیر شدن و از رهبران سه تا رهبر اصلی حماس همین چند روزه اعلام شد مروان عیسی هم به احتمال زیاد کشته شده، بنابراین مونده محمد زیف و یحیی سنوار که خوب نفر اوله و ظاهرا هم هنوز یحیی سنوار میگن مصر ولی میگن هنوز تو غزه است و اسرائیلی هم تا اینا رو علاقه هم نکنن دست بر نمیداره. الان بحث جنگ رفح و بیرو هم مطرحه. شکست حماس، حماس نابود شد در واقع، تارو نداره، حالا هرچی میخوام بگن. الان نفر بعدی حزب الله و حزب الله لبنان که این آقای حسن نصرالله که نون مواد فروشی خورده و شکمش گنده شده و یه امپراتوری برای خودش درست کرده، این با همه اون هارت و پورتاش دیدیم ترسیده و لرزان یه گوشه نشسته، گاهی چهار تا راکت بزنه و اسرائیلی هم یکی بخورن پنج تا جواب میدن. و الان این بحث جدی مطرحه که هدف بعدی حزب الله خواهد. اسرائیل گفتم که من نمیتونم بیش از 80,000 شهروند خودم رو که در مثلا جنوب مرز لبنان و شمال اسرائیل زندگی میکردن الان جا به جا کرده برده جاهای دیگه به دلیل همیشه بلا من نمیتونم داره همیشه اونجا نگه دارم. باید تکلیف حزب الله رو معلوم کنم، احتمالا بره پشت رودخانه لیتانی که خط سازمان ملی یا بیشتر از اون حتی. و فکر میکنم در عراق هم دیدیم آقای دکتر این کارهایی که علیه امریکا کردن، وقتی امریکا زدشون و به خصوص اون کتاب حزب الله نفر اولش فرار کرد نفر دومش هم کشته شد و اینها، تو عراق اختلاف داخل خود عراقی ها افتاد خیلی ها بود و الان اصلا ساکت ساکت مونده حوثی ها که اون هم به نظرم حالا این آقای بایدن داره در سال انتخابات لیت لعله میکنه، یعنی مدت هاست نظامی های آمریکا طرح گذاشتن رو میزش که آقا اینطوری نمیشه، ما اون یکی بزنه ما چهار تا مثلا بزنیم، این باید بریم تکلیفشو معلوم کنیم. چهار تا تروریست اون اونجا حضور داره، آپریشن و عملیاتش دست سپاه، بنابراین هم اونو باید بزنیم هم باید یه گوشمالی به جمهوری اسلامی بدیم که بشه سر جاش. البته جمهوری اسلامی معمولا اینجاها پاشو میذاره عقب و نازک میشه، مظلوم میگه من هستم و من اصلا هیچ دخالتی ندارم، قاعانی رو میفرستن به همش کاری نکنین، نمیدونم هیچ نگین ایران هست، ولی خب این فایده نداشته. به نظر من به هر حال اتفاق مهم در سال 1402 این مسئله بود که خامنه‌ای جنایتکارانه و بیخردانه به نظر من آتیش این جنگ رو به پا کرد که صلح در منطقه رو به هم بزنه، سعودی و عربا نزدیک نشن به اسرائیل، به اسرائیل یه ضربه‌ای بزنه و داخل مملکت هم بتونه بلکه مردم رو با خودش متحد کنه زیر لوای ملت مظلوم فلسطین. در همه اینها شکست بود. صلح البته به تعویق افتاده بین عربا و اسرائیل، ولی تأکید مکرر سعودی هم بوده که نه اون رو میزن فعلا گذاشتنش هولد به اصطلاح و مکس کردن روش تا تکلیف جنگ غزه معلوم شه. و بعدم فکر میکنم انتهای این مسیر نور انداخت، همطور که میگید این کارش باعث شد که چیزایی که امثال ماها میگفتیم خیلی روشن‌تر اومد جلوی چشم همه دنیا که آقا این گروه های تروریستی که جمهوری اسلامی درست کرده شبکه بین المللی قاچاق مخدر، پولشویی و تروریسم و اینها نمیشه اینطوری ادامه پیدا کنه. و بحث این که اون بخش سپاه که با اینها کار میکنه چگونه است، مردم ایران تکلیفشون رو مدت ها از جنبش سبز به این طرف خاطرتون باشه معلوم کردن، گفتن نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران، و هر وقت هم فرصت پیدا میکنن مخالفت خودشون با این سیاست ها نشون میدن. از جمله همین سال گذشته ایران شاید تنها کشور اسلامی بود که باز به قول وزارت اطلاعات گفتون به طرز ترسناکی مردم نیامدن پشت حکومت،
کشتن خودشونو در تهران، 10,000 تا آدم نرفت بعد نماز جمعه، حتی نماز جمعه گروهای معمولی نرفتن مباد خرج غزه بکننشون و سیاست های جنگ افتادن. برای این به نظر من دکتر حادثه ای بود که خامنه ای روشنش کرد، میگن جنگ رو شروع میکنه ولی خاتمش با شما نیست، جنگ رو شروع کرد و به مسیری رفت که انتهاش به نظر من تغییرات مهمی رو در عرصه سیاست خارجی جمهوری اسلامی رقم میزنه و شکست این گروه های نیابتی مثل جدا شدن و شکست اقمار شوروی سابق در داخل خود ایران و حکومت تاثیر خواهد. کاملا درسته. و این نکته رو من اضافه کنم آقای دکتر، حالت نفرت از جمهوری اسلامی در خود فلسطینی ها به اوجش رسید. من مرتب باشون حرف میزنم، لعنتی که ابو مازن به خامنه‌ای و به رژیمش میکنه، اصلا من دیروز داشتم پیروز پخش میکردم تو برنامه وسائل و غذایی که برای غزه میفرسته، بهترین محصولات که تو ایران هست میره اونجا، اونجا هم دلدوزی زیاده، خودشون هم میدون. یعنی اصولا این گروه ها مجموعه هایی که در شکم جمهوری اسلامی هستن مثل اربابشون فاسد و مافیایی هستن. الان حتی قطر اختار کرده با آقای اسماعیل هنیه که اگه گروگان رو آزاد نکنین جمع کنین برین، یعنی قطر هم زیر فشار. حالا بعد در خود ایران شما رفتار رژیم رو با سیل سیستان و بلوچستان دید که بلد. این رژیم بی غیرت از هلیکوپتر جعبه رای برای انتخابات مینداخت، صندوق رای، اما غذا به مردم نمی. بیاین برسیم به موضوع بعدی، یعنی موضوعی که شما بررسی کردید، موضوع چهارم رو شما مطرح کنید. موضوع چهارم های دکتر به نظر من این اتفاقا ادامه جنبش و انقلاب ژیناست. سال گذشته خاطرتون باشه شورای حقوق بشر سازمان ملل یک کمیته حقیقتیاب مسئول کرد و کمیته یک سال کار کرد، جمهوری اسلامی حاضر نشد جواب بده به سوالاتش، بارها هم خواستن، مدارک جمع‌آوری کرد و گزارشش رو اتفاقا باز در اسفند ماه منتشر کرد. خب این گزارش به روشنی میگه مهسا امینی رو کشتن، به مردم شلیک کردن، تجاوز کردن، آدم ربایی کردن. اما بسیار گزارش به نظر من مهمیه که حالا دیگه پشتوانه ملل رو داره. اما نکته مهم این گزارش این است که یک ترمی رو استفاده کرده که در دادگاه نورنبرگ که نخستین بار برای جنایتکارای حزب نازی مطرح شد و اون هم جنایت علیه بشریت. این ترم حقوق بین الملل. و نکته دوم مهمتر این است که این گزارش دعوت میکنه از همه کشورهایی که دادگاه‌های صالحه دارند، برای اینکه در ایران امکان دادرسی نیست، به جنایت‌های علیه بشریتی که در ایران اتفاق افتاده رسیده. این یعنی که از این به بعد دادستان‌های شجاع و وظیفه مهمی هم رو دوش ایرانی ها میفته، به خصوص حقوقدان ها. واقعه حمید نوری که سوئد پیشتاز شد میتونه در ده ها کشور اتفاق، یعنی هر کسی که به نوعی در این اتفاقا در همین گزارش میگه عاملان و آمران، درسته. وقتی ایران یعنی تمام مثلا اعضای شورای عالی امنیت ملی ایران که دور اون میز متضامنن مشترکن و مسئولند در مقابل تصمیماتی که منجر به کشته شدن دست کم 500 نفر و زخمی و مجروح شدن بیش از 500 نفر و کور شدن بیش از 500 نفر و هزاران زخمی و بیش از هزاران هزار زندانی، تجاوز، ناپدید کردن ها و غیره، همه اونا مسئول. یعنی منظورم آقای شمخانی که سالها پیش برای خودش ویلا خریده در ایتالیا که بره روزگار بازنشستگیش اونجا بگذرونه، مسئول، چون دور اون میز نشسته بوده و امضای، بنابراین یک دادستان شجاع در ایتالیا میتونه
ایشون رو به محاکمه بکشه، دستگیر کنه، اتهام جنایت علیه بشریت شامل همه این حضرات خواهد شد. این گزارش به نظر من این هم اتفاق مهمی است که افتاد و باز هم یک سرفصل جدید باز کرد در واقع و در نوع خودش بی نظیر بود. اتفاقی که از اعتراضات سال گذشته شروع شد یک سال طول کشید، ولی حاصلش به نظر من بسیار حاصل خوبی شد و یک سرفصلی شد که حالا می شود کلن ذیل اون در فصل مهم عدالت انتقالی در واقع اون رو قرار داد، موضوعی که فونداسیون و مقدماتش از حالا داره گرفته میشه. اگر من برم سر پنج دقیق خوندم الان میگم گزارش رو دقیق خوندم، گمان نمیکنم راجع به رژیمی در این سالهای اخیر، حتی میلوسوویچ وقتی نگاه میکنم، چنین گزارش هارش و تند و قاطعی دیده باشه. اینو به ملت ایران باید مژده داد که با دلاوری چهره سیاه سید علی ولی فقیه در برابر جهانیان اوریان کرد. در خدمتتونم برای پنجمین مورد. اما مسئله پنجم های دکتر، موضوعی که به نظرم حالا ما در اون برنامه های قدرت مردم که قرار از تلویزیون شما تولید و پخش بشه بهش هر هفته باید بپردازیم، موضوعی است به نام محاصره مدنی. خدا رحمت کن دکتر بهداد مشایخی رو این لغت رو به کار می برد، محاصره مدنی حکومت. یا اگر من بخوام دکتر پیتر اکرمن رو، مرحوم اکرمن رو نقل قول کنم، او میگفت در واقع جنبش هایی که پیروز شدن مثل یک بوکسور حرفه‌ای، یک دونه دم زدن، یه هوک چپ، یه دونه راست، یه دونه تو سینه، یه دونه زیر بازو، غیر و غیر و تا برسه به اون آپارکات نهایی که زیر چونه رژیم بزنن نشه زمین بشه. در ایران در سال گذشته این محاصره مدنی حکومت به شدت ادامه داشت و الان هم ادامه داشت. به چه معنی؟ بسیاریش روی بستر اقتصاد ایران بوده، برای اینکه اقتصاد نابسامان، دزد سالار، فاسد، سرطان فسادی که حکومت رو گرفته و جامعه رو مبتلا کرده و حداقل دستمزدی که الان شده 88 دلار، یعنی حداقل دستمزدی که یه دهه قبل 260 خورده دلار بود با سقوط ارزش پول الان 88 دلار میارزه، و فقر و گرفتاری، بسیاری اعتراضات در بخش‌های کارگری، معلمی، پرستارا، اقشار گوناگون جامعه به شکل تجمعات مختلف و طرح خاص‌های مختلف، بخش نفت، بخش پتروشیمی، حمل و نقل و بانک ها، همین انتهای سال کارمندان بانک ها، این یک بخش از این محاصره مدنی از اون ضرباتی است که چپ و راست در واقع به حکومت از جاهای مختلف زده میشه. بخش دیگه محاصره مدنی حکومت که در تمام سال گذشته در جریان بود در حوزه بخش های فرهنگی و اجتماعی قرار میگیره، مثل همین رقص و شادمانی مردم در چهارشنبه سوری یا مناسبت های دیگه که مردم در واقع پا روی خط قرمز های حکومت میگذارن و نفی میکنن و با در واقع اکسیون هایی که برگزار میکنن، تاکتیک هایی که به کار میبرن بخش دیگری رو شکل میدن. هر کنسرتی الان در ایران یک بلا برای حکومت، مسابقه فوتبال، داور زن، انواع زمینه هایی که در جامعه ما مثل چشم سارانی که حرکت میکنن، جویبارهایی که میان، اگر این تعبیر رو هم بذاریم روی اون محاصره مدنی یا بوکسور حرفه‌ای، در واقع این تمام سال 1402 با شدت در جریان و جریانش هم ادامه داره. اگر بذارید یک تعبیر دیگر هم عرض کنم، این از آقای مهندس بازرگان قرض میکنم، که آب وقتی میخواد جوش بیاد، دیده باشید هر کسی حتما تو عمرش نگاه کرده، از پایین ترین سطوح شروع میکنه آروم آروم قلقل زدن، به اصطلاح یک جوشای کوچیکی از کف
کتری میاد بالا 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 تا میرسه به نقطه جوش و جوش و قلقل بزرگ میزنه و بخار میشه. این جوشای کوچیک که از ژرفای جامعه میاد بالا در اقصا نقاط جامعه، در همین کردستان، همین میان برنامه‌ای که شما موسیقی زیبایی که پخش کردید، اینا در واقع فرمانی‌های مدنیه، اینها محاصره مدنی حکومته و حکومت درست هارت و پورت میکنه، اما خیلی جاها ناچار میشه چشو ببنده، پاشو زانو بزنه، روش رو اونور کنه، منگه دیگه زورش نمیرسه. این همونیست که آقای دکتر، حالا برگردیم به اون سوال اول، اعتراضات سوال، این انقلاب ها در واقع همین جوری میرن به ثمر میرسن. یعنی یک بستر اصلی که اون تغییرات ژرف هست اتفاق افتاده و این محاصره مدنی، این در واقع در اقصا نقاط جامعه خط کشی با یک حکومت توتالیتر که میخواست برای همه شؤون زندگی مردم، به قول خمینی میگه از قبل از تولد تا بعد از مرگ، برای همه شؤون زندگی مردم نسخه بپیچه و دخالت بکنه و همه چیز رو روی مدلی که خودش میخواد شکل بده، در واقع میبینید مردم چگونه زیر پا میذاره. هر کدوم از اینا یک حرکتی است که در واقع یه میخ به تابوت این رژیم میزنه و یک قدمی رو در این محاصره برمیداره و مجموع اینا آقای دکتر به تدریج، هم این هیچ جای دنیا اینطور نبوده یک شبه این اتفاق میفته، به تدریج همسو میشن، هم راستا میشن در راستای، یعنی اون اتحاد در واقع در عمل یک پروسه است، یه ایسکانیسم صبحش برسیم، آروم آروم به سمت شعارهای واحد میره و شعار سیاسی واحد خودشو پیدا خواهد کرد در گذار از نظام، اکتی که در واقع مدل گذار رو معلوم، رهبران خودشم پیدا میکنه از درون همین حرکتهای مدنی که در اقصا نقاط و در ژرفای جامعه ما روی بسترهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی به طرق مختلف اتفاق، بعضیش خیلی بزرگ میشه، مثل بایکوت بزرگ مردم ایران در شبه انتخابات 11 اسفند، بعضیش کوچیکتر جاهای مختلف، ولی این اون اتفاق مهمی است که به نظر من در تمام سال 1402 ریز و درشت در جریان بود در جامعه ما و وارد 1403 داریم میشیم که به نظر من اتفاقات به مراتب از جانب خودم و شما به خانواده نازنین دختر ایران، دختر زیبایی که بیگناه گلوله به او زدن در علی گودرز، نگار کریمیان، با خانواده او همدلی کنیم و سید علی خامنه‌ای پس خواهد. فکر نکن نبت و بغل میکنی را میدی. نگارم نبه بود، دختر بود، پدر و مادر داشت، پدر بزرگ و مادر داشت. و نیز باید از بانو حنا خلج یاد کنم، این خبرنگار آزادهی که از خبرگزاری بیرونش کردن، نانش رو بریدن به خاطر تصویری که از یک روستا داده بود، از روستایان اونجا در رشقون در استان قزوین که جمع شده بودن، آقای وزیر میخواستن تشریف ببرن. درود بر تو حنا، مطمئن باش نوروزت امسال غمگین کردن اما نوروزهای خوشتر در راه. ممنونم دکتر سازگارای عزیز. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته. علیرضا نوری‌زاده به اتفاق دوست نازنینم تحلیلگر دکتر محسن سازگارا، عضو شورای تغییر و دگرگونی، آرزو می‌کنیم ببینیم گذار به دموکراسی، تا دیدار بعدی در پناه پروردگار عاشقان.